کار ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم، دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شبها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه، دلتون شاد، قلبتون پر از محبت و با امید و مصمم برای فردایی بهتر. بحث امروزمون رو راجع به ورگو یعنی متولدین ماه شهریور آغاز میکنیم. با نام خدا. به برنامه زیبای درون خوش آمدین. با تشکر از تمام کسانی که به این برنامه توجه خاصی دارن، خواستم از قبل تشکر کنم. خیلی ها زنگ زده بودن و خواسته بودن که برای متولدین شهر ما خصوصیات و مشخصات این گونه اشخاص رو بگم که امروز رو مناسب دونستم برای گفتن مشخصات شهریور ماهی های عزیزمون. متولدین ماه شهریور همونجوری که میدونین عنصرشون خاکه، عنصر بیرونیشون خاکه، عنصر داخلیشون باده. سه تا ما ارث ساین داریم، یعنی سه تا ساینی داریم که خاکی هستن: ورگو، کپریکورن و تورس. این سه تا که متولدین شهریور ما، متولدین دی ما و متولدین اردیبهشت ما. به علت اینکه ورگو ساینش بیرونیش خاکه و داخلیش باده، از دو ساین دیگر خاکی ها بهتر و راحت‌تر خودشونو اگر بخوان میتونن عوض کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مثلا به یک کپریکورن که متولدین دی ما هستن، اگه بگیم خودشون رو عوض کنن، حالا به خاطر مسائلی که دارن خودشون رو عوض کنن، آب و گله، یعنی خاک آب و گله، واسه همین خیلی سخته براشون عوض شدن، خیلی سخته. ولی برای ورگو خیلی آسان‌تر از حتی تورسه. تورس که اصلا دلش نمیخواد عوض بشه. متولدین ماه اردیبهشت ما خیلی خیلی براشون مشکله که عوض بشن. این پلانت رو مرکوری رول میکنه، یعنی اینکه هم جمنای هم متولدین شهری و کم و ورگو هستن، پلانت مرکوری اینها رو رول میکنه. یعنی چی؟ یعنی که خیلی چه مکالمه خوب هستن، خیلی قشنگ صحبت میکنن، خیلی قشنگ مینویسن، یعنی قشنگ حتی کتاب میتونن خیلی قشنگ بنویسن. کسانی که خیلی خوب تکست میکنن، یعنی مثلا من خود من دو سه کلمه یا حتی یه جمله یا چند جمله رو بیشتر از اون نمیتونم تکست کنم، ولی اینها میتونن، یعنی قابلیت اینو دارن که خیلی قشنگ تکست میکنن و طولانی، خیلی قشنگ صحبت میکنن، خیلی عقل دارن. یعنی از تمام 12 زودیاک ساین ورگوها عاقل ترن و از یک هوش خیلی استثنایی برخوردار هستن. خیلی آدم های دوست داشتنی هن، خیلی محبت میکنن، خیلی سلفلس هستن و پرابلم سالور خانواده و آدم های دیگه هستن. وقتی میگم پرابلم سالور، یعنی که انقدر که اینا مهربونن، انقدر که اینا خوبن، دوست دارن که مثمر ثمر واقع بشن و به همه کمک کنن. یکی از مشخصات خوب این اشخاص اینه که واقعا دوست دارن کمک کنن و خیلی باوفا هستن. یعنی اینکه انقدر اینا لویال هستن که اگر یه نفر رو انتخاب کنن برای شریک زندگیشون، با همون اون میتونن بمونن. البته خیلی دیر ازدواج میکنن و یا اینکه ازدواج نمیکنن، ولی اگر ازدواج بکنن
با یه نفر و خیلی هم دیتیل اورینتد هستن. یعنی اینکه مثلا وقتی میخوان برن پیدا کنن یک شریک زندگی رو، انقدر اینها به جزئیات اهمیت میدن، به زیبایی اهمیت میدن، به تمیزی اهمیت میدن که همه کس متاسفانه توی اون چارچوب چیزهایی که اینها دوست دارن و خیلی به ندرت میتونن پیدا کنن. خیلی آدم های آنست و راستگوی و آنستی هستن، یعنی اصلا تو کار اینا دروغ نیست، یعنی هرچی که هست میگن، راستشو میگن، هیچ وقت دروغ از اینا نمیتونین پیدا کنین. از 23 آگست شروع میشه این ساین تا 22 سپتامبر که همون شهریور خودمونه، هر جور که گفتم. دو جور ورگو داریم، یا خیلی منظم و مرتب و همه چیزشون ارگنایز هست، یا اینکه نه مسیان، یعنی همه چیزشون رو میپاشونن میریزن. ولی کسانی که خیلی ارگنایز هستن، خیلی توی فکرشون خیلی اونجا ارگنایز نیستن. ولی بالعکس کسایی که مسی هستن، کسایی که خیلی مثلا همه چیزشون ارگنایز نیست، خیلی چیزهایی که در خاطرشون هست، همه چی توی خاطرشون ارگنایز و طبقه بندی میکنن به قول معروف. خیلی به سلامت خودشون اهمیت میدن، خیلی خیلی به سلامت خودشون اهمیت میدن، یعنی که خیلی هلت کانشس هستن و چیزهای خیلی خوبی رو که براشون خوبه معمولا استفاده میکنن. ممکنه که این گونه اشخاص یه صورتی نشون بهتون بدن که اصلا از ایموشن یا احساسات داخلشون شما هیچی نفهمین، یعنی قشنگ طوری وانمود میکنن که همه چیز خوبه، همه چیز عالیه، ولی ممکنه از یه رازی در سینه‌شون ناراحت باشن که تو خلوت خودشونم گریه کنن، ولی هیچ کس نمیفهمه. یعنی قشنگ میتونن خیلی خوب رول بازی کنن و نشون بدن که همه چیز اوکیه. خیلی پرفکشنیست هستن، خیلی توی این 12 ماه خیلی پرفکشنیست هستن، یعنی خیلی 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 به جزئیات اهمیت میدن. در ضمن تلفن های ما بازه، دوست دارم صدای قشنگتون رو بشنوم. میتونین با تلفن های 818-70-80-222 تماس بگیرید. خب گفتم خیلی نکته بین و دقیق هستن، خیلی های استاندارد دارن، خیلی باهوشن، خیلی عاقلن، خیلی فهمیدن، ولی یه ذره سلفیشن، یعنی یه مقدار خودمحور هستن. رستورانی که میخوان رستورانیه که اونا دوست دارن، اگر با کسی برن یا اگر چیزی رو بخوان انجام بدن میخوان عقیده خودشون رو تحمیل کنن. خیلی ایراد میگیرن این گونه اشخاص، متاسفانه ایراد گیرن، یعنی قضاوت میکنن آدم های دیگر رو و همیشه منفی قضاوت میکنن. اگه براشون یه کادوی بخرین به راحتی قبول نمی کنن، دوست دارن فقط بدن، دوست ندارن چیزی بگیرن، انقدر که اینا خوبن، انقدر که اینا پاکن، انقدر که اینا دوست دارن به بقیه کمک کنن، یکی از صفات خیلی خوبشونه. تلفن، بله مرسی، با اجازه به یه تلفن جواب میدیم. سلام عزیزم، روی خط هستین، درود بر شما، بفرمایید. شب شما بخیر. شب بخیر عزیزم، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، خیلی متشکرم از برنامه‌های بسیار خوبتون. مرسی عزیزم، بفرمایید. واقعا لذت میبریم و بهره میبریم. خواهش میکنم مرسی از توجهتون به این برنامه. خیلی متشکرم. در مورد شهریور که میگفتید، من چون خودم شهریور هستم، یک نمیدونم اشکال بگم یا چی، ولی اگر شهریور کسی تراست نکنه،
به جای اینکه تراست اون طرف رو کمک کنم که تراست کنه، اتفاقا برعکسش رو میکنیم و خیلی عصبانی میشیم. خیلی بله بله. اگه یکی از چیزهایی بود که میخوام بگم، یعنی که انقدر اینا لویال هستن و باید همیشه اینها رو بهشون خوبی کنیم و خوبیاشون رو در نظر بگیریم، ولی اگه یه موقع نامهربونی ببینن خیلی به ندرت میتونن فراموش کنن و ببخشن. و نه مثل اینه که از وقتی که مثلا به پدر و مادر یا همسر یا هر کسی که ما تراست داریم، فکر میکنیم که توقع داریم که اونا هم همیشه اون تراست رو به من نوعی داشته باشن. بله. ولی اگر یه موقع حس کنیم که اون تراست رو ندارن، واقعا عصبانی میشیم و تازه برعکسش هم چیز میکنیم، عمل میکنیم که حتی واقعا دیگه تراست نداشته باشن. بله درسته. یعنی شکشون یه حالت مشکوک بتر میشه. اگر بتونید روی این کمک کنید که چه کار بکنید، خواهش میکنم. مرسی از توجهتون به این برنامه، مرسی که زنگ زدین. چش، خیلی ممنون. مرسی عزیزم. Thank you. مرسی. سلام عزیزم، درود بر شما، بفرمایید. سلام. سلام عزیزم، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، شما خوب باشید. مرسی خانم دکتر، هر چی گفتین راست گفتین. بله. مثل شریفه. بله. من دوست دارم خانم تمیز باشه، خونهشون تمیز باشه، کثیف نباشه، مهمان نواز باشن، دروغ نگین، کنجکاو نباشن، بس مردم دروغکی یه چیزی درست کنن. خیلی ممنون، خیلی خوب بود. مرسی از تلفنتون عزیزم. مرسی. خدا نگهدارتون. بابای. سلام عزیزم، به خط هستین، بفرمایید. با من هستی؟ بله عزیزم، حال شما، حالتون خوبه؟ بله بله. با سلام خدمت شما خانم رافائلیان. این دفعه اول من برنامه شما رو دیدم. بله. بعد دفعه که در مورد کاراکترهای مختلف صحبت میکنین، درسته؟ بله. امروز برای بله. شهریور ماهی ها. بله بله، من متوجه شدم. من ماه بهمنم. اکوارس. میخواستم یه کامنتی بدم. شما ممکنه از قبل بگین مثلا برنامه آیندهتون چه ماهی خواهد بود که ما میس نکنیم؟ بله حتما. من هنوز بهمن ماهو نگفتم، خیلی تلفن داشتم که دوست داشتن از ماه بهمن بگم، حتما این کار خواهم کرد. اگر خدایی نکرده یه موقع برنامه رو میس کردین، ناراحت نباشین، بازپخش داریم معمولا یک شنبه شبها ساعت 11 شب به وقت لس آنجلس، یا اینکه میتونین توی یوتیوب برنامه من رو مشاهده کنین اگر بنویسین اکوارس یا متولدین ماه بهمن، حتما پیدا میکنین. اوکی. یه کامنتی هم داشتم اگه اجازه بدین. خواهش میکنم، حتما بفرمایید. باشه. میدونم بیننده های شما خب هر کسی از ماهای مختلفه. بله. شما البته در آینده، این یه نظریه است، البته من فکر کنم خیلی هم دوست داشته باشن، بفهم، خیلی مختصر و مفید و فشرده ماه هر ماهی رو، مثلا خصوصیاتشون چه خوب، چه اونی چه خوب دید، چه نواقضشون، چه نمیدونم عشق و پول و زندگی و اوورال و خلاصه شدنشو مثلا مال هر کدوم رو توی 6-7 دقیقه یا 10 دقیقه بگید، بکنم اینجوری یه جورایی همه یه جورایی ساتیسفای میشن. بعدا اگه خواستی جزئیات رو بیشتر به قول معروف استرچش کنی، بله، اونم که دیگه صبح ها چه بهتر. چشم. این نظریه بود. چشم عزیزم، خیلی هم عالی. چشم، درود بر شما که زنگ زدین و از خصوصیاتی که خودتون دوست دارین گفتین، حتما من این کار خواهم کرد. مرسی. بله بله باشه. شما آخر این برنامه تو میگین که دفعه بعد اگر دوست دارین. بله من این کارو میکنم، بهتون میگم که هفته بعد، اتفاقا میخواستم هفته بعد از توین فلیم یا نیمه گمشده صحبت کنم که شاید برای خیلی ها
مثمر ثمر واقع بشه و دوست داشته باشم. یک سوال دیگه هم از شما داشتم، البته نمیدونم در رابطه با حرفه شما هست یا نه. بفرمایید. من برنامه های روانشناسی اینا رو خیلی دوست دارم و معمولا گوش میدم. بله. من میخواستم ببینم آیا مثلا شما در مورد، چون یه عده هستن، من مثلا یکی از دوستانم هست انتظاراتش از بویفرندش خیلی زیاده و من بهش اشاره میکنم، همیشه میگم این که شوهرت نیست، تو حد و انتظارا متفاوته. چه ساینی هستن ایشون میدونی؟ اگه شما یه برنامه ای بذاری، بله، به قول معروف مسئولیت هایی که بویفرند گرفرند به هم دارن، بله، مثلا چی میگم تمیز بدین به اشخاص، بله، انتظاراتشون رو دیگه بیشتر از حد نکنن. یه سوال دارم ازتون عزیزم، این شخصی که گفتین دوستتون چه ساینی دارن؟ ساینش اکتبره، سکورپیو هستن؟ 8 اکتبر سکورپیو هستن. بله. بعد برای من خیلی، برای که خیلی حساسن ایشون، با هر کسی که آشنا میشه، من نمیدونم، یعنی به نظر من انتظاراتش خیلی زیاده. مثلا فکر میکنه طرف خیلی باید برای این انجام بده، برای که خیلی حساسن سکورپیوها عزیزم. مثلا یه همچین انتظاری طرف از شوهرش میتونه داشته باشه، نه از بویفرندش. عزیز دلم، بله، متوجه. خب یه لیمیتیشنی داره شوهر که نیست، میدونی؟ برای همین مثلا اگه توضیح بدیم به امشو که خیلی کسام هستم، توضیح بدیم به اشخاص که چه انتظاراتی دارم و چه چیزایی رو مثلا تا چه حدی باید انتظار داشته باشم، باتم لاین. چشم. اینه که یه ذره کانفیوزینگ براش، برای همین از طرفی هم ناراحته، میگه من چرا با کسی که آشنا میشه بیشتر از 3-4 ماه دوام نمیاره. منم بهش به عنوان یه دوست میگم آخه تو یه جوری خیلی زیادی پوشی هستی، خب برای همین هم طرف فرار میکنه. اینه که یه جورایی با هم مراقب باشی، خب ولی باز با این ها میگه باشه، بعد دوباره که میاد دوباره ادامه میده. در همه وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم به دوستتون بگین که این ماه سکورپیو رو من قبلا خیلی به صورت طولانی راجبش صحبت کردم، اگر دوست دارن تو یوتیوب ماه سکورپیو رو توجه کنن و ببینن، شاید کمکشون کنه. یعنی فکر می‌کنین در مورد نوع شخصیت ساینشه که اینجوریه؟ بله بله، حتما 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 بهش میگم. مرسی عزیزم، خیلی ممنون از تلفنتون. خیلی جالبی هم داری. خدا نگهدارت. خوبی هم داشته باشی. مرسی، شما هم همینطور. خدا نگهدار. بابای عزیزم. خب خیلی ممنون از دوستان عزیز و گرامی به خاطر تلفن کردنشون و سوالهای زیبا و پر ابهت، پر جانبه. خب خیلی به وقت اهمیت میدن ورگوها، یعنی خیلی به موقع هستن. اگر اپایمنتی، وقتی، چیزی دارن، سر موقع هستن، به موقع میان. از خودشون هم ایراد میگیرن این گونه اشخاص، نه تنها از دیگران ایراد میگیرن، از خودشون هم ایراد میگیرن. یه مقدار راجع به کاز ان افکت میخوام براتون صحبت کنم. اینقدر که اینا از خودشون ایراد میگیرن، از بقیه ایراد میگیرن و متاسفانه همیشه نگاتیو ها رو میبینن، یعنی بدی ها رو میبینن، اینها به بیماری های مختلف جهاز هاضمه خدای نکرده دچار میشن. اینقدر که اینا ناراحتن، اینقدر که وریان، اینقدر که اذیت میشن، دلهوره دارن به خاطر این چیزا و همیشه مثلا دل درد دارن، سردرد دارن، خیلی الرژی دارن، یعنی ممکنه مثلا فود الرژی داشته باشن بیشتر این گونه اشخاص. خیلی اوسیدی دارن، یعنی ابسسیو کامپالسیو دیسوردر دارن که باید خودشون رو عوض کنن اگر بتونن اسپریچوال باشن. البته خیلی سخته گفتنش که شخصی رو که همیشه با این ساین به دنیا اومده
ما بخوایم عوض کنیم. ما همه اومدیم برای کامپلیشن، برای بهتر کردن خودمون. اگر کامل بودیم، اگه پرفکت بودیم، هیچ وقت به این دنیای خاکی نمی اومدیم. پس عزیزان من، هیچ مهم نیست که شما چه ساینی دارین، همه ساین ها پرفکت نیستن و باید با رو خودمون کار کنیم. حالا اگه بتونیم اسپریچوال باشیم، اگه بتونیم اون ناراحتیامونو اون از کامفورت زون خودمون بیایم بیرون، بعد میبینیم که یونیورس، جهان هستی چقدر به ما چیزهای مثبت عطا میکنه، چقدر به ما آوانس میده، چقدر زندگیمونو میتونه بهتر کنه. از بهترین دکترا، از بهترین جراحا، برای اینکه اینها دیتیل اورینتد هستن، برای اینکه اینها خیلی به جزئیات اهمیت دارن، برای اینکه خیلی مهربونن، بهترین پرستارها، بهترین اکانتنت یا حسابدارها، میتونیم اونها رو نام ببریم. یعنی اگر شما میخواین یه دکتر برین، این دکتری که ورگو هست هیچ موقع اشتباه نمیکنه، برای اینکه خیلی به جزئیات اهمیت میدن. بهترین شریک ها، بهترین کارمند ها میتونن از همین ساین ورگو باشن. در خاتمه چیزی که باید راجع به ورگو ها بگم اینه که معمولا از دوم ماه الول به مدت 30 روز ما میتونیم کسانی که ناراحتشون کردیم یا اشکشون رو در آوردیم، که در همین ماه شهریور میشه، مخصوصا برای شهریور ماهی ها خیلی خوب کار میکنه، برای همه انسان ها کار میکنه، مخصوصا برای کسانی که در شهریور ماه به دنیا آمدن، درهای آسمون بازه و ما میتونیم دعا کنیم و ما میتونیم طلب بخشش کنیم از تمام کسانی که ما اشکشون رو در آوردیم و خاطرشون رو آزرده کردیم. پس از ماه، از روز دوم ایلول تا اول روششانا میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگه کسی رو ناراحت کردین، فقط این نیست که فقط ازش طلب بخشش کنین و دوباره برین و کس دیگر رو اذیت کنین و ناراحتش کنین. نه، اینطوری کار نمی کنه. اگر واقعا به خودتون بیاین و بگین دیگه هیچ کس رو ناراحت نمی کنم، اون موقع است که دعای شما مستجاب میشه عزیزانم. پس این کار رو میتونیم انجام بدیم. الان 2-3 ماهی مونده به ماه شهریور. از حالا ببینیم، بنویسیم کسانی رو که ناراحت کردیم یا کسانی رو که اشکشون رو در آوردیم و خاطرشون رو آزرده کردیم. حس ششم دارن این اشخاصی که در ماه شهریور به دنیا آمدن. وقتی میگم حس ششم دارن، انقدر اینا انالیتیکال مایندشون بیشتر کار میکنه تا قسمت چپ مغزشون، قسمت راست مغزشون که احساساتی هستن. البته نه تمام افراد، ولی بیشتر اشخاصی که در ماه شهریور به دنیا اومدن خیلی منطق سرشون میشه. یعنی 2-4 تا رو باید براشون روی منطق بهشون یاد بدین که چجوری کار میکنه. احساسی خیلی عمل نمیکنن و برای همین خیلی خوبه که چون حس ششم دارن، ولی از حس ششمشون استفاده متاسفانه نمی کنن. که اگه اون از حس ششمشون استفاده کنن، خیلی دنیا به قول معروف کولشونه. از همه چیز صحبت کردیم، گفتیم که خیلی پرفکشنیست هستن، کاز و افکت رو گفتیم، بیگ پیکچر رو گفتیم که میبینن، ران اوی براید یعنی کسانی هستن که اگر بخوان ازدواج بکنن، که گفتم دیر ازدواج میکنن، که هم میبینین یکی دو روز مونده به ازدواج یا حتی روز ازدواج، یه ها پشیمون میشن و ول میکنن. متاسفانه یکی از بدی های که چیزهایی که باید روشون کار کنن همین این هست. و وقتی میگم بدی ها، عذر میخوام، بدی نیست، چیزی که باید روشون کار کنن. در ضمن باید اینو یاد بگیرن که همیشه همه کس مثل خود اینها پرفکت نیست. انسان جایز الخطا است و باید
به انسانهای دیگه، مخصوصا کسانی که شریک زندگیشون هستن، باید سکند چانس رو همیشه بدن. خب خیلی مسئولیت پذیرن، خیلی عاقلن و دوست داشتنی. اگه شما از ساین ورگو هستین، خودتون رو دست کم نگیرین. بهترین ساین برای شخصی که ورگو هست، کپریکورن ها میتونن باشن، تورس ها میتونن باشن، جمنای ها میتونن باشن و همین دیگه. همه چیز رو گفتم براتون، امیدوارم که این چیزهایی که گفتم براتون مثمر ثمر واقع شده باشه. از توجهتون به برنامه زیبای درون خیلی خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم و در دو مطب تارزانا و لس آنجلس به شما عزیزان کمک میکنم در چیزهایی که میخواین هیپنوتایز بشین. I'm a hypnotherapist, certified hypnotherapist. I have a doctorate in metaphysics and energy healer. با اینکه خیلی تشکر میکنم از اینکه به این برنامه توجه کردین، باز هم شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. تلفن های ما بازه، خدافظی کردم، یه چند دقیقه یا میمونم که تلفن ها رو جواب بدم. خدا نگهدار. آیا تا به حال فکر کردین که با فکرهای مثبت میتونیم زندگی قشنگتری برای خودمون و عزیزانمون بسازیم؟ زندگی پر از سلامتی، خوبی، خوشی، خلاقیت، موفقیت و اعتماد به نفس بالا. پس بیاین سعی کنیم که قصد، نیت، رفتار، گفتار، ذهن و هدفامونو همیشه پاک نگه داریم و هیچ وقت زیبای درونمون رو فراموش نکنیم. گلناز رفائلیان هستم، دکترا در متافیزیک، انرژی هیلر و سرتیفاید هیپنوتراپیست. برنامه زیبای درون هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب و بازپخش اون یک شنبه شب ها ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. به امید